به نام خداوند جانافرین، حکیم سخنبر زبان آفرین، بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی استقلال و به خصوص دوستداران و تعقیب کنندگان برنامه گیتی نما، سلام بر شما. شب همگی شما بخیر باشه. امیدوارم همگی شما خوب و خوش باشین، همچنان تندرست باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. به یکی دیگر از برنامه های گیتی نما همگی شما خوش آمدین میگم. باز هم کامران در کنار خود دارین. کامران سلام، خسته نباشی، شب تو بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر، امیدوارم که شاد و سعادتمند باشین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز شبکه تلویزیونی استقلال و مخاطبان خاص برنامه گیتی نما. کامران، از سری معرفی کشورها در این هفته سر زدن به کشور آمریکای جنوبی به نام آرژانتین، کشوری که واقعا تاریخچه غنی، سابقه خوب، اقتصاد خوب و اداره جغرافیای طبیعی بسیار منظم، بسیار با نظم هست، رفتیم و ببینیم که آرژانتین از لحاظ جغرافیای طبیعی، اقتصادی، انسانی، فرهنگ، تاریخچه و جاهای دیدنی و مشاهیر در کدام سطح قرار داره و بتونیم از طریق برنامه معلومات اندکی هم اگر شده برای بینندگان عزیز بدیم و تا باشه معلومات درباره کشورها داشته باشن. آرژانتین کشوریه که بسیار یک سابقه طولانی داره، در کناری که این مساحت خیلی بزرگی را احاطه کرده، در قسمت آمریکای جنوبی قرار داره، قاره آمریکا قسمت جنوبی قاره آمریکا آرژانتین به اونجا هست و طبق عددی که ما به دست آوردم عددش بسیار طولانی هم داخل بسته در حدود 2,800,000 کیلومتر. 2,800,000 کیلومتر هست. بله، نام آرژانتین از کلمه آرژانتیوم گرفته شده. آرژانتیوم به معنای نقره هست به زبان لاتین آمریکایی های لاتین، به معنی نقره هست. چرا؟ چون اروپایی‌ها و مهاجرانی که اون زمان از طرف اروپا می‌رفتن به سمت جنوب آفریقا، ببخش جنوب آمریکا، میگفتن که کشور آرژانتین پر از چی است؟ نقره هست، یعنی نقره زیاد داره. حالا معلوم نیست که وجود داشته یا نداشته، ولی داخل ذهن ها بوده که آرژانتین کشوری است پر از نقره. در کنار از این، آرژانتین 23 ولایت داره یا ایالت داره و یک شهر بوئنوس آیرس که مرکز از او گفته میشه و پایتخت از او هست. بسیار کشوریه که از لحاظ پهنه زیاد هست، به همین لحاظ منابع اقتصادی بسیار قوی داره، سومین اقتصاد قوی آمریکا هست و دومین اقتصاد جنوب آمریکای جنوبی محسوب میشه و از طرفی هم ای داخل از این کشور کوه ها وجود داره، مناطق مرتفع و همچنان مناطق عمیق یا پایین که هست در این کشور هر دویش وجود داره و آب و هوایی هم که به نظرم خوبه. حالا نمیدونم شما اگه بیشتر معلومات دارید. آرژانتین در فهرست بزرگترین کشورهای جهان یک کشور هشتمه و چیزی در حدود 2,800,000 کیلومتر مربع مساحت داره و تونسته ساحه زیادی از کره زمین در بر بگیره. بله. کامران، مرزهای زیادی هم داره و مرزهای طولانی داره. از شمال تا جنوب مرزهای آرژانتین چیزی در حدود 3700 کیلومتر میشه و از شرق هم تا غرب چیز در حدود 1400 کیلومتر میشه و داره مرزهای زیاده هست و خود آرژانتین در کل به 4 منطقه تقسیم میشه که هر منطقه از لحاظ آب و هوا و مسائل جوی و طبیعی از یکدیگر متفاوت هستند. چیزی گفتی داره مناطق پست و مناطق بلند هست. مناطق بلند که کوه مندوزا موقعیت داره چیزی در حدود 7000 متر مساحت داره، دیگه تقریبا 1000 متر از قله‌های اورست کمتره. میشه بگیم که مرتفع هست و منطقه پست از اون 105 متر زیر سطح دریا. این هم میتونه بگه منطقه بسیار عمقی و پایینی هست. چون کشور بر مساحت زیادی به خود اختصاص داده، دریاچه ها و رودخانه های زیادی هم در داخل آرژانتین وجود داره که اکثر رودخانه ها از قابل کشتیرانی هست و در مسائل اقتصادی باز بیشتر صحبت نکنین، میشه که خود دولت آرژانتین رو از اینو بیشتر حساب کرده و از طریق حمل و نقل و دریایی و اینها بیشتر میتونه از اونو استفاده کنه و از آب و هوای هم به هر منطقه آب و هوای متفاوت داره. چون پهناور هست شمال از اون میگن تابستان های بسیار گرم و زمستان های معتدل داره، جنوب برعکس باز تابستان های نسبتا سرد و زمستان های بسیار سرد داره و مناطق مرکزی از او با هوای معتدل داره. بریم پکیج معلوماتی ببینیم. خب بینندگان عزیز، معلومات مختصری بود در مورد جغرافیای طبیعی آرژانتین که ما کامران خدمت شما ارائه کردیم.
بریم با دیگر پکیج معلوماتی کامل رو میبینیم و دوباره برمیگردیم. آرژانتین در فهرست وسعت کشورها در جهان هشتم است. آرژانتین وسعتی به مساحت 2,791,810 کیلومتر مربع از این قاره خاکی را اشغال کرده که در غرب و اقیانوس اطلس جنوبی در شرق و جنوب واقع شده است. این کشور از شمال با پاراگوئه و بولیوی، از شمال شرق با برزیل و اوروگوئه و از جنوب و غرب با شیلی مرز مشترک دارد. مرز آرژانتین تقریباً از شمال تا جنوب 3,700 کیلومتر و از شرق تا غرب 1,400 کیلومتر می باشد. این کشور رو می توان تقریباً به 4 قسمت تقسیم نمود. دشت های حاصلخیز پامپا در مرکز کشور، قسمت کشاورزی در فولاد، جلگه غنی از نفت پاتاگونیا در نیمه جنوبی پایین ولایت تیرا دل فیگو، فلات‌های نیمه گرم سیری گران چاکو در شمال و رشته‌کوه‌های پرپیچ و خماند در امتداد مرز غربی با شیلی. بلندترین نقطه از سطح دریا در آرژانتین در ولایت مندوزا قرار دارد. کوه آکن گاگووا در ارتفاع 6,960 متر از سطح دریا مرتفع ترین کوه کشورهای آمریکایی در نیمکره جنوبی می باشد و پسترین نقطه در لاگونا دل کاریبیون در ولایت سانتا کروز با ارتفاع 105 متر زیر سطح دریاست. رودخانه های اصلی در آرژانتین عبارتند از پیلو ماکایو، سان خوان، دساگدرو، دسادو، پاراگوئه، برمخو و بزرگترین آنها پارانا. درود اخیر پیش از رسیدن به اقیانوس اطلس با یک دیگر تلاقی کرد و دهانه ریو دلا پالتا را تشکیل می دهد. دریاچه های متعددی نیز در آرژانتین وجود دارد که تعدادی از آنها در پاتاگونیا واقع شدند. به دلیل دامنه های نوسان در طول جغرافیایی و ارتفاع آرژانتین دچار اقلیم های متنوع می شود. شمال این کشور با تابستان های بسیار داغ، مرطوب و زمستان های ملایم، مرکز آرژانتین تابستان های داغ با رگبارها و زمستانی سرد، نواحی جنوبی دارای تابستان های گرم و زمستان های سرد با بارش سنگین برف و به ویژه در نقاط کوهستانی هستند. بخش دوم برنامه گیتینماست و شما هم خوش آمدید. صحبت در رابطه با آرژانتین هست و در بخش اول در رابطه با جغرافیای طبیعی کشور آرژانتین صحبت کردیم. در این بخش میخوایم در رابطه با جغرافیای انسانی صحبت کنیم. مشتبه با جغرافیای انسانی آرژانتین گفتیم پهناور هست، پس به همین منوال نفوسش هم قطعا زیاد هست. خود آرژانتین کشوری که در آمریکای جنوبی موقعیت داره، پایتخت بوئنوس آیرس است. 41 میلیون نفر نفوس داره و نفوس بسیار زیاده محسوب میشه. از همین 41 میلیون تنی که در داخل آرژانتین زندگی میکنم، 80% دین از اونا مسیحی کاتولیک هستن و 1% مسلمان تشکیل میده. تقریبا 10% پروتستان انجیلی تشکیل میدن. فرقه های یهوه و مورمون اینا فیصدی های به اقلیت آرژانتینی مذهب نار تشکیل میدن. جالبه که در به خاطر پهنه زیاده که داره در آرژانتین، در پایتخت از او که بوئنوس آیرس، در هر کیلومتر تراکم جمعیت 1400 نفره
اما در 14000 نفر در هر کیلومتر مربع، اما در مناطق به نام سانتا کروز در هر کیلومتر مربع یک نفر زندگی میکنه. این تراکم جمعیتش متفرقه، متنوع در شهرها بیشتر، در شهرها بیشتر میشه و بعض شهرها از اون چیزی در روز 14000 نفر در هر کیلومتر، اما در بعضی از شهرها از اون حالا شاید اون شهر باشه که علاوه طبیعی اما امکانات اینا در اختیار مردم قرار نداده باشه که یک نفر در هر کیلومتر زندگی میکنه. بیشتر پایتخت ها همینجوری، الان مثلا کابل شاید حد اکثرش 1 تا 2 میلیون نفر بتونه جا بده به خودش، اما همه الان به صورت درست اگر بخوان زندگی بکنن و با همو شیوه های استاندارد، اما الان تو حدود 6 میلیون نفر اونجا حضور دارن در کابل و این نشان دهنده ازیه که به خاطر اینکه پایتخت هست بیشتر جمعیت بیشتر میشده اونجا به شهر نشینی و سهولت های زبان رسمی خود کشور آرژانتین زبان اسپانیایی هست و اکثرا مهاجرانی که در آرژانتین میان و در اونجا زندگی میکنن مردمان ایتالیایی و اسپانیایی و خود ساکنان اصلی اروپایی در داخل آرژانتین زندگی میکنن. بله جالبه. در رابطه با دینم بخوام صحبت بکنم، من نمیخوام کامل راجع به دینش بپردازم، یک چیزی رو که ما خوانده بودم و جالب بود به نظرم، دیگو مارادونا رو همه میشناسن، اسطوره فوتبال آرژانتینی که یک تنه آورد و قهرمان جهان کرد و اینطور چیزای حرفایی که بود و خیلی پرتلاش آدمی بود. طرفدارای مارادونا دینی رو به نام خود مارادونا درست کردن و پیرو داره، یعنی یک دینی که انگار انسان محوری، در حالی که مثلا اومانیسم میتونیم ما شباهت بدیم به مثلا مکتب اومانیسم به روی از این استوار هست که ما انسان خدایی یا خدا انسانی دو باشه، اما این جالب بود که به خاطری که یک بازیکن فوتبال بود و اینکه کارهای عجیب غریبی کرد در فوتبال که توانایی هر انسانی هست به او، هر انسانی تلاش بکنه قطعا به او میرسه، یک کار خارق العاده ای نیست، اما طرفدارای زیاد در همین دین رو درست کردن. از طرف دیگه در آرژانتین یک قسمتی وجود داره که مردم از او ولزی صحبت میکنن، مثلا زبان رسمیشون اسپانیاییه در حالی که اما ولزی صحبت میکنن. چیزی جالب دیگه هم بود که خمیردندان تولید میشه به نام کلگیت به زبان اسپانیایی هست که به زبان اسپانیایی معنیش من اینجا پیدا کرده بودم، نوشته معنی خودت را حلقاویز کن، اسم خمیردندان هست. از طرفی هم شاخصه میزان و شاخصه خودکشی در آرژانتین زیاد هست و اکثر اونها به دلیل یک همین فضایی که دولت برشان فراهم میکنه یا نمیکنه زود دست به اعتصاب میزنن و زود به یمن رو میآورن. دو، فوتبال یکی از دلایل دیگه ای ازی هست که به خاطر باخت یا برد همچین کاری میکنن، خودکشی میکنن. مسئله عشق ها و دیگه که اونها قطعا وجود داره در کنار اینها، یعنی شاخصه خودکشی به میزان خودکشی در بین اینها زیاد هست. مردم آرژانتین مردم افسرده ای هستن که فوتبال اونها رو از افسردگی در آورد. خیلی جالبه و توانستن بعد از او شادی های زیادی در کنار فوتبال برای خود ایجاد. و یک چیز دیگه هم خونده بودن در مورد کشور آرژانتین، بیشترین روانشناسان جهان در آرژانتین هستند، به حساب دکترایی که روانشناسی دارن، بیشترین کشوری که دکترا روانشناسی داره آرژانتین. چیزی یکی از عامل همی بیشتر بودن دکترای روانشناسی به گمان این مسئله خودکشی و مسائل تضادهای اجتماعی و مردمی است که در بین مردم زود یا جوش میانه یا به نحو احساس میشن به موضوع و نیاز دارن به همین قضیه. خب چیز دیگه هم هست که میگن که عریض‌ترین خیابان هم در آرژانتین وجود داره و 14 لاین داره. ما الان یک سرک 2-4 لاینه داریم در اینجا، همه دهنا باز مونده که چقدر سرک بزرگه، نه؟ اما 14 لاین داره، یک سرکی هم وجود داره در آرژانتین. بریم بسته معلوماتی ببینیم، درسته؟ بله. بینندگان عزیز با هم بریم یک بسته معلوماتی در رابطه با جغرافیای انسانی آرژانتین میبینیم، برمیگردیم. گیتینما همچنان ادامه داره. آرژانتین کشوری است که در آمریکای جنوبی و پایتختان بوئنوس آیرس است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی است و حدود 41 میلیون نفر جمعیت دارد. از لحاظ وسعت پس از برزیل دومین کشور آمریکای جنوبی و در بین کشورهای جهان هشتمین کشور از لحاظ وسعت است.
حدود 80% مردم آرژانتین مسیحیان کاتولیک، 7% بیدین، 10% پروتستان انجیلی، 1.2% از فرقه شاهدان یهود، 0.9% مورمون، 1% مسلمان و 0.2% یهودی هستند. در میان کشورهای آمریکای لاتین، آرژانتین طی سده 20 بیشترین تعداد مهاجران را از آمریکای لاتین به خود دیده است و میزبان بزرگترین جامعه یهودیان در آمریکای لاتین می‌گردد. بیش از هر کشور دیگری در آمریکای لاتین، جمعیت آرژانتین دارای ریشه‌های اروپایی می‌باشد. بیشتر جمعیت از اعقاب ایتالیایی، اسپانیایی و دیگر ساکنان اروپایی تشکیل شدند. تراکم جمعیت آرژانتین 14 نفر سکن به ازای هر کیلومتر مربع است، اما جمعیت به طور یک نواخت توزیع نشده است. نواحی شهر بوینوس آیرس دارای تراکم جمعیتی حدود 14000 نفر در هر کیلومتر مربع است، در حالی که ولایت سانتا کروز دارای تراکم جمعیتی کمتر از 1 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد. مهاجرت غیرقانونی عامل جمعیتی نسبتاً مهمی در نمودارهای جمعیتی اخیر آرژانتین می باشد. بیشتر مهاجران غیرقانونی از بولیوی و پاراگوئه و کشورهای مجاور با مرز شمالی آرژانتین می‌آیند. پس از استقلال، آرژانتین به صورت یک نظام آموزش عمومی کشوری در مقایسه با دیگر کشورها ایجاد کرد که کشور را در رتبه‌های بالایی از سواد جهانی قرار می‌دهد. امروز این کشور دارای نرخ باسوادی 97.5% قابل مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته است. تعطیلات تاریخی عمده آن شامل سال روزهای انقلاب، اعلام استقلال آرژانتین، روز پرچم آرژانتین و فوت قهرمان ملی خوز دسان مارتین می شوند. باز هم خوش آمدید میگم حضور تک تک شما بینندگان عزیز برنامه گیتی نما. پکیج معلوماتی بود در مورد جغرافیای انسانی کشور پهناور آرژانتین که با یک دیگر دیدیم و شنیدیم. در این بخش از برنامه مایل هستم در مورد جغرافیای اقتصادی آرژانتین با یک دیگر صحبت کنیم، ببینیم که با این پهنای بزرگی که داره، با این جغرافیای طبیعی وسعت داره که داره، آیا لحاظ اقتصادی چگونه هست و از لحاظ درآمد و تولید ناخالص و اینا در کدام سطح قرار داره. من یک بعض نکات میگم. آرژانتین یکی از پیشرفته ترین کشورهای آمریکای جنوبی هست. بعد همین موضوع میرسونه که در علاوه پهنای بزرگی که داره، اقتصادی هم بدگ نیه و تونسته و حرفای برای گفتن داشته باشه. آرژانتین یکی خود از منابع غنی کشاورزی و جمعیت باسواد داره. این دو مؤلفه میتونه و تانسته کمک بسیار زیادی در اقتصاد خود آرژانتین بازی کنه. خود کشور آرژانتین مردمان از او یکی از مردمان هست که بالاترین درآمد ناخالص در بین کشورهای آمریکای جنوبی دارن. مردمان اکثرا مردمان پولدار هستن. حالا درست از لحاظ تاریخچه از او بعض و زمان ها آمد که مردم بسیار فقیر شدند و سیستم طبقاتی در اونجا به وجود آمد، اما از سال 2002 به بعد تونستن کار کنند و تلاش کنند و فعلا یکی از جمله کشورهایی است که درآمد سرانه و یا تولید ناخالص خود آرژانتین بیشتر از کشورهای آمریکای جنوبی هست. و چیزی که گفتم، چیزی که اول به جغرافیای انسانی هم گفتی که یک جاده هست که 14 لاین داره. بله. از بزرگترین سیستم های بزرگراه در جهان در آرژانتین میتونه مشاهده کنه. آفره. چیزی در حدود 3000 کیلومتر مربع راه های آبی موقعیت داره. تنها جاده از رو نبینید. 3000 کیلومتر اینا در روی دریا و پهنه های دریا و سواحل دریا اینا راه های دارن که حمل و نقل میشه. یعنی در جای خودم میگه یک از بزرگترین سیستم های حمل و نقل جهان میتونه در آرژانتین مشاهده کنه. و به خاطر اینکه کشاورزی قوی هم داره، اقلام مانند جو، گندم، ذره، دانه های آفتابگردان، چرم،
خود تعدد گوسفند در اونجا زیاده، به خاطر از این چرم روش کرده و گوشت گاو و شیر اینا از جمله مهمترین اقلام صادراتی کشور آرژانتین هست و تانسته درآمد اقتصادی زیادی از این عرصه ها کسب کنه. آره جالبه. و در رابطه با اقتصاد از اگر هم بخواد صحبت بکنه، از دریاها زمانی که صحبت میشه از دریاها خیلی استفاده ها میتونن بکنن. گرفتن برق، گرفتن انرژی از آب قطعاً وجود داره، میتونن استفاده بکنن. بادهایی که در آرژانتین وجود داره باعث تولید انرژی بادی میشه برای اینها. و در سال 1914 آرژانتین دهمین ملت ثروتمند جهان رو داشت. دهمین ملت. حالا جامعه خود حکومت شکار نداریم، مردمان پول داره داشت در 1914، یعنی درآمد فردی اگر صحبت بکنیم دهم بود در جهان. اما بعد از اون رکود کرد و الان در رتبه 54 هم قرار داره، در حالی که باز هم مردمش پولدار هستن. البته اینو ما بگم که در آرژانتین هم مثل سایر کشورهای دیگه همون نظام طبقاتی هر کاری بکنن وجود داره. بسیار از کشورها تلاش کردن تا نظام طبقاتی رو از بین ببرن، مثلا کمونیسم، مکتب کمونیسم در چین و روسیه خیلی تلاش کردن اما باز هم نشد. چرا؟ چون یک طبیعت شده که هر کسی که پولدار پولدارتر میشه، فقیر فقیرتر میشه متاسفانه، و این نظام هنوز حاکم روال کار همین مانده. و چیزی که جالب هست در آرژانتین از لحاظ اقتصادی، کوههای از او هست همونقدر که مثلا ما گفتیم مرتفع هستن، قطعا داخل زنده در آرژانتین الماس وجود داره، طلا وجود داره، چون کشورهای آمریکای جنوبی اکثرشان طلا و الماس زیاد دارن و به خاطر همین درآمد زیادی داره از این لحاظ، از منابع معدنی خودش، از منابع آبی هم چنان به شما گفتم، منابع مثلا بادی هم همچنان میتونن استفاده های بکنن، گاز طبیعی هم داره آرژانتین و از اون میزان استفاده خودشان استفاده میکنن و گاهن صادر هم میکنن. و به نظرم که بهتر بریم. خب من یک چیزی هم اضافه کنم، خود آرژانتین یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان کوبالت شسته. کوبالت در به همراه کشورهای کانادا و روسیه. این کوبالت برای چی به درد نخوره؟ یکی از داروهای، یکی از مؤثرترین داروهای ضد سرطان هست که در کشور آرژانتین تولید میشه و این هم یکی از جمله منابع طبیعی اقتصادی از او تشکیل میده. خب بینندگان عزیز، میریم با یک دیگر پکیج معلوماتی در مورد جغرافیای اقتصادی کشور آرژانتین با یک دیگر میبینیم و همچنان گیتی نما ادامه داره. آرژانتین از منابع طبیعی غنی، جمعیت باسواد با درصد بالا، بخش کشاورزی صادرات محور و پایه صنعتی متنوع بهره می‌برد. این کشور از لحاظ تاریخی دارای طبقه متوسط فراوانی در مقایسه با دیگر کشورهای آمریکای لاتین می‌باشد. اما این بخش از جمعیت در اثر سلسله‌ای از بحران‌های اقتصادی از بین رفتند. امروز در حالی که بخش مهمی از جمعیت هنوز از لحاظ مالی ثروتمند هستند، آنها در موضعی از یک مقایسه حاد با میلیون ها نفر از افرادی که قرار می گیرند که شاید آن هستند که قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته است. از سال 2002 به بعد بهبود در وضعیت بخش های فقیرتر و نیز یک بازگشت عمده در طبقه متوسط جامعه پدید آمده است. آرژانتین یکی از توسعه یافته ترین کشورهای آمریکای لاتین است. حتی اگر توزیع درآمد یک مشکل مهم و حساس باشد، این کشور از بالاترین تولید سرانه ناخالص ملی مبتنی بر قدرت خرید مبادله ارز و نیز رتبه سوم از لحاظ بالا بودن تولید ناخالص ملی نسبت به آمریکا سرافراز می باشد. این کشور یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان کوبالت 60 به همراه کانادا و روسیه است که یک ایزوتوپ رادیواکتیو است که به صورت گسترده‌ای در درمان سرطان به کار می رود. سیستم بزرگراه آرژانتین بسیار خوب توسعه یافته و جاده هایی دارد که به تمام گوشه و کنار کشور راه دارد.
در این کشور تقریباً 640 هزار کیلومتر بزرگراه و جاده وجود دارد. بزرگراه‌های چند بانده همکنون شماری از شهرهای اصلی را به هم متصل نموده و نمونه‌های بیشتری از آن نیز همکنون در دست احداث می‌باشد. آرژانتین دارای حدود 3000 کیلومتر راه‌های آبی است که در بین مهمترین این نمونه‌های میتوان ریو دلا پالتا، رودخانه پارانا و رود پاراگوئه را نام برد. گندم، ذرت، بلوط، ذرت خوشه‌ای، دانه‌های آفتابگردان، چرم، گوشت گاو، شیر، انواع میوه‌ها، ماهی‌ها، صنایع پتروشیمی، نفت، گاز طبیعی، طلا، نقره، روی، مگنزیم، مس و گوگرد از جمله اقلام صادراتی این کشور می‌باشد. بینندگان عزیز، اینجا گیتینماست و من یک سلام ویژه دارم خدمت کسایی که تازه به جمع پیوستند و برنامه گیتینما و معرفی کشور آرژانتینر به تماشا نشستند. خب، بخش سیاست و حکومت فرا رسیده و من معلومات اندکی در مورد سیاست و حکومت در کشور آرژانتین برای شما دوستان عزیز میگم. قبل از اینکه در مورد سیاست و حکومت بحث کنم، در دوران دیکتاتوری که در کشور آرژانتین سپری شد، بسیار ظلم های زیاد در حق از این مردم صورت گرفت و یکی از جمله ظلم ها از اونایی بود برای کسایی که ضد دولت کار میکرد و یا منافع دولت به خطر مینداخت، حالا منافع شخصی بود یا منافع دولتی بود، به پاهای از او مردمان وزنه بسته میکردن و اونا را از فاصله زیادی از هواپیما یا طیاره به پایین مینداختن و هیچ رد از اونا نمیموند و یکی از جمله ظلم های بسیار شدیدی بود که حاکمان و وقت در حق مردم میکردن. خب، در چارچوب سیاست آرژانتین وقتی که وارد بشیم، خود سیاست آرژانتین یک جمهوری فدرال هست که بر اساس دموکراتیک پارلمانی استوار هست. رئیس جمهور در آرژانتین هم رئیس دولت هست و هم رئیس حکومت هست. یعنی هر دو کار میتونه پیش ببره و جنبه سمبولیک اصلا مانند کشورهای مانند اسپانیا نداره. فعلا رئیس جمهور آرژانتین کریستینا فرناندز هست و خولیان کوبوس هم معاون حکومت آرژانتین هست و بر اساس قانونی که در سال 1853 وضع شد، در آرژانتین هم مانند کشور ما افغانستان تفکیک ثلاثه قوا وجود داره: قوه مجریه، مقننه و قضاییه، چی در سطح ایالتی و چی در سطح ملی مورد بحث قرار میگیره. در قوه مجریه رئیس قوه مجریه شخص رئیس جمهور است. در قوه مقننه اختیارات به دست کنگره هست و امو قوانینی که مانند کشور خود ما افغانستان در مجلس ولسی جرگه و مشران جرگه مورد بحث قرار میگیره، همین تیه مراحل هم در کشور آرژانتین داره و قوه قضایی هم دارای دادگاه عالی هست که مهمترین تصمیمات قضایی در او دادگاه گرفته میشه، چیزی که اول کامران عزیز اشاره کرد 23 ولایت تقسیم میشه و دارای یک ایالت خودمختار به نام بوینس آیرس هست که خود از او به شکل فدرال اما شناخته شده بحث میشه. دارای که شهرهای بزرگی هم هست، از جمله شهرهای بزرگ از خود بوینس آیرس کوردوبا هست، روزاریو هست، مندوزا هست، توکومین هست، لاپالتا، ماردر پلاتا و سالتار میتونه از جمله شهرهای مهم و بزرگترین شهرهای کشور آرژانتین بگیم. خب، بینندگان عزیز، بیشتر در مورد سیاست و حکومت در کشور آرژانتین صحبت نمی کنم، بریم با دیگر پکیج معلوماتی در مورد سیاست و حکومت کشور آرژانتین میبینیم و بعد از ما کامران با معلومات در مورد تاریخچه کشور آرژانتین در خدمت شما خوبانی بیننده قرار میگیره. چهار
چارچوب سیاسی آرژانتین یک جمهوری فدرال توأم با نمایندگان مردمی دموکراتیک پارلمانی است که در آن رئیس جمهور هم رئیس کشور و هم رئیس دولت بوده و فعالیت وی توسط نظام چند حزبی جمع‌گرا تکمیل می‌شود. رئیس جمهوری فعلی آرژانتین کریستینا فرناندز به همراه خولیو کوبوس به عنوان معاون رئیس جمهور می‌باشند. قانون اساسی آرژانتین تفکیک قوا را به صورت شاخه‌های مجری مقننه و قضایی در سطح ملی و ایالتی اعمال نموده است. قوه مجری در اختیار رئیس جمهور و کابینه اش قرار دارد. رئیس جمهور و معاون وی به طور مستقیم برای یک دوره 4 ساله انتخاب می‌شوند که به دو دوره متوالی محدود شده است و کابینه از سوی رئیس جمهور منصوب می‌گردد. قوه مقننه در اختیار دو مجلس کنگره ملی بوده که شامل یک سنا با 72 کرسی و مجمع نمایندگان متشکل از 257 عضو می باشد. قوه قضایی از قوای مجریه و مقننه مستقل است. دادگاه عالی عدالت آرژانتین دارای 9 عضو است که از سوی رئیس جمهور با مشوره با سنا منصوب می شوند. باقی قضات از سوی مجمع دادستانی کشور منصوب می شوند. دبیرخانه متشکل از نمایندگان قضات، وکلا، کنگره و قوه مجریه. آرژانتین به 23 ولایت تقسیم می شود و یک شهر خودگردان که معمولاً به عنوان پایتخت فدرال اما مشروط شناخته می شود. بزرگترین شهرهای اصلی در آرژانتین عبارتند از بوئنوس آیرس، کوردوبا، روزاریو، مندوزا، توکومین، لاپلاتا، ماردل پلاتا، سالتا، سانتافه، سان خوان، روزیستینا و نوکوین. ادامه برنامه گیتینما خوش آمدید. صحبت از آرژانتین است و آرژانتینیان. صحبت ما رسیده به بحث تاریخچه ای کشور، تاریخچه ای که بسیار فراز و نشیب های زیادی در خود دیده. ما آرژانتین و تاریخچه از او میتونیم ما از سده 16 به بعد صحبت بکنیم، زمانی که اسپانیا تانست که حکومتی را تشکیل بده در شهر به نام ریو دو لاپالتا، شامل سرزمین های آرژانتین، اوروگوئه و پاراگوئه بود که حاکمیتی را تشکیل داد و تحت سیطره ازی بود. اما بعد از 300 سال در سال 1816 اولین بار بوئنوس آیرس آمد و استقلال خودش را گرفت. تا سالهای 1853 که قانون اساسی کشور موسوم به جمهوری آرژانتین آمد و به میان آمد، هنوز او حاکمیت ها وجود نداشت و استانهای کشور پهناور اکثرا به صورت خودمختار اداره می شده و خودشان برنامه هایی که داشتن اجرا می کردن و پلان هایی که بود. اما بعد از او، بعد از اینکه این قانون اساسی تصویب شد، کشور آرژانتین به رسمیت شناخته شد، هر تمامی این ولایت ها و استان ها تحت یک پرچم آمدن و به نام جمهوری آرژانتین ارزندام کردن. اما در سال 1860 تمامی این قدرت ها آمد، باز هم رئیس جمهوری بود که توانست که تمامی بخش ها را تحت سیطره خودش بگیره و قدرت نمایی بکنه. کشور آرژانتین در طول تاریخ پادشاهان زیادی را تحمل کرده، پادشاهان اسپانیایی، آمریکایی و همچنان از این قبیل افراد. در صحبت ها اگر بگویم اولین کسایی که آمدن و به این کشور حمله کردن اسپانیایی ها بودن و در سال در سده 16 هم حمله کردند و دوباره ایر تحت سیطره خودشان گرفتند. بیشتر از قسمت های قاره آمریکا را اگر بخوایم صحبت بکنیم، کلا اسپانیایی ها یک دوره‌ای بونج بودن. مردمان اصلی آرژانتین زمانی که کشف شد توسط آمریکا وسپوچی، کسی که آرژانتین کشف کرد، مردمان بومی از اکثرا سرخ پوست ها بودن، مثل آمریکای جنوبی کلن که سرخ پوست ها بودن. بعد از او کم کم مردم دیگه وارد شدن، اروپایی ها به اونجا آمدن و اسپانیایی ها حضور داشتن به اونجا و این سیطره اسپانیایی ها تا حال مانده و زبان رسمی آرژانتین طوری که گفته شد
هنوز اسپانیایی هست و هنوز از همون مشکلاتی که به او زمان تحت سیطره قرار داشتن روی ازی حاکم هست. صحبت از آرژانتین زمانی که میشه همه ما برمیگردیم به او حادثه بزرگی که انتحاری که انجام شد توسط آمریکایی ها در آرژانتین که 85 نفر در آرژانتین جان باختن و یکی از حوادث تاریخی کشور هست که تا الان از این یاد بود به عمل میاد و مردم به عرض تأسف دارن نسبت به این حمله بزرگ. با هم میریم یک بسته معلوماتی در رابطه با تاریخچه کشور آرژانتین میبینیم، برمیگردیم گیتینما یکی دو بخشش باقی مانده، با ما باشید. پیش از ورود اروپاییان، آرژانتین جمعیت کم و پراکنده‌ای از سرخپوستان بومی داشت. در دوره 4 تا 2000 سال پیش از میلاد، منطقه کنونی آرژانتین با خشکسالی شدیدی روبرو شد که باعث کاهش جمعیت بومیان آن شد و بسیاری از مناطق داخلی و کوه‌های ایان خالی از سکنه ماند. و استعمار آرژانتین در اوایل سده 16 از سوی اسپانیایی ها آغاز شد. مهمترین کاشفان اروپایی آرژانتین عبارتن از آمریگو وسپوچی، خاندیاز دوسولی و فردیناند ماجالون. در سال 1776 میلادی سرزمین ریو دو لا پلاتا شامل آرژانتین، بولیوی، پاراگوئه و اوروگوئه به مرکزیت بونس آیرس تحت ریاست نایب السلطنه اسپانیا تشکیل شد تا اینکه در سال 1816 میلادی بونس آیرس و سرزمین‌های مجاور آن به نام ایالات متحده لاپلاتا پس از 300 سال استقلال یافت. در سال 1853 میلادی با تصویب قانون اساسی جدید این کشور موسوم به جمهوری آرژانتین گردید. از آنجا که ولایت‌های کشور آرژانتین دارای استقلال عمل فراوان بودند، تا سال 1860 میلادی دولت مرکزی آن قدرت چندانی نداشت. سرانجام در همان سال 1860 میلادی با ایجاد تمرکز قوی اختیارات ولایت ها محدود شد و از این سال به بعد کشور آرژانتین متحد معروف گردید. در سال 1879 میلادی نیز با تصرف سرزمین های جنوبی موسوم به پاتاگونیا آرژانتین در حدود فعلی خود قرار گرفت و جمهوری آرژانتین فعلی تکوین یافت. بینندگان عزیز خوش آمدید به بخش فرهنگ و مشاهیر کشور و صحبت میکنیم در رابطه با آرژانتین و مشاهیر کشور و مناظر دیدنی و فرهنگ و آداب و رسومش. آرژانتین مشتبه، صحبت از آرژانتین هست. اگر بخوایم صحبت بکنیم در رابطه با مشاهیر کشور، میدرخش افراد بسیار زیادی در تاریخ کشور، تاریخ غنی که در ادبیات کشور وجود داره اصلا غیر قابل انکار هست. خورخه لوئیس بورخس یکی از افرادی هست که در نویسندگی ید طولایی داره و هیچ کسی نیست در قاره آمریکا که آقای بورخس نشناسه. همچنان از لحاظ شعرا و روشنفکران در صحنه بین‌المللی ارزندام کرده و افراد بسیار قوی مثل باتیستا آلبردی، روبرتو آرلرت، آدولفو بایوکزارس، اینا همه افرادی هستن که در آرژانتین متولد شدن و مال آرژانتین هستن. اما از همه اینها که آدم بخواد چشم پوشی بکنه، فردی هست در آرژانتین که دنیا به او احترام میگذاره، آرنست چگوارا، کسی که
انقلاب عظیمی را انجام داد و یک تنه در مقابل اون همه مشکلات جنگید و تانست که آرژانتین آرژانتین بسازه. تاریخ آرژانتین مدیون زحمات فردی مثل چگوارا هست که جملاتش الان در فضاهای مجازی افراد روشنفکری که تازه به میدان آمدن و کتابها را دارن مطالعه میکنن قطعا از چگوارا می نویسن و بزرگانی که بخوان استنادی بکنن به یک امر از چگوارا می نویسن و از او الهام می گیرن برای روند کارشان، برای ایجاد انقلاب ها. یعنی چگوارا فردیه که یک تن نشان داد که اگر یک فرد بخواه یک کار بکنه قطعاً میتوانه. یعنی قدرت انسانی یک فرد رو نشان داد که به چه اندازه چگوارا در زمانی که زندانی میشه از بین زندان انقلاب خودش رو پیش میبره، نامه هایی که مینویسه، مطالبی رو که جمع میکنه. یعنی نشان دهنده از این هست که چگوارا یک انسان تانست چه تغییراتی رو به وجود بیاره. به همین لحاظ کسی نمیتونه که چشم پوشی بکنه از شخصیتی مثل چگوارا و این مشهور شده در تمام جهان، چه در آسیا، چه در اروپا، چه در آفریقا، حتی در اقیانوسیه و استرالیا، الهام بخش این فرد اسمش حتی. و افراد از بستی که به این علاقه دارن به روی تیشرت ها و پیرنهایشان عکس چگوارا رو میزنن و داخل فضاهای مجازی روی پروفایل هایشان عکس هایی از چگوارا پخش میکنن و نمادی شده از استقلال طلبی آزادی. کاملون وقتی که کشور دارای حیات وحش، یک حیات طبیعی، شهرهای بزرگ و کوچک، غذاهای خوشتم و مردمان با اخلاق و مهمان نواز باشه، شک نکن که در صنعت توریسم در اون کشور روش پیدا میکنه. در جغرافیای طبیعی با یکدیگر بحث کردیم که کوههای بسیار مرتفع داره، رودخانه ها و دریاچه های بسیار بزرگ داره، جاهای دیدنی بسیار مشهوری در جهان داخل آرژانتین موقعیت داره. پس همه اینها دست به دست هم میدن تا بتونم یک صنعت به نام توریسم روش بدن. بله. من چند جور یادداشت کردم و بینندگان عزیز میتونم در پکیج معلوماتی معلومات بیشتری رو بگیرن. یکی از جمله جاهای دیدنی کشور آرژانتین شهر به نام مار در پلاتا. بله. این شهر چون گفتن که کشور آرژانتین در قدیم در اساس سیستم پادشاهی اداره میشد، شهر که تماماً اشراف زادگان و به یک حساب پولدارای شهر، آفرین، بورژوا سیستم بود، طبقه بورژوا در داخل از او شهر زندگی میکردن و دارای یک بسیار ساختمان‌های قشنگ و مدرن هست و اون میتونه یکی از جمله جاهای دیدنی کشور باشه. دیگه شهر کوردوبا هست که شهر مذهبی گفته میشه و تمام کاخ‌ها و کلیساهای بزرگ آرژانتین با آمریکای جنوبی در او شهر موقعیت داره. و یک دیگه هم شهر الکلافات هست که میگم یک شهر خاموش و در گذشته یک شهر خاموش دور افتاده بوده، اما حالا میگن که یکی از بهترین شهرهای ساحلی جهان هست. من یک چیز از این کشورهایی که معرفی میکنیم همیشه الهام میشه، من که میگم که نگاه همه چیز خوب نبوده همیشه. بله. که آرژانتین یا همین شهر همیشه یک شهر باشه که پولدار باشه، مردمان خوب بوده باشه، همیت خدادادگی همیت باشم، نه. من این اطمینان رو که مردم از او از مردمانم فعلا که ما زندگی میکنه خیلی سخت‌تر زندگی کردن و خیلی بیشتر تلاش کردن تا تونستن به او جایگاه برسن. پس من این توقع از جوان‌ها و به خصوص کسانی که در رأس حکومت قرار دارن هست، این آرزو هست که اونا هم کار کنن، ما هم کار کنیم و این دور از فکر نیه که کشور ما هم روز در یک برنامه دیگه بشینن در مورد افغانستان صحبت کنن و این بگن که برای کشور افغانستان با وجود سال‌های جنگ داخلی خانمانسوز باز هم تلاش کردن و زحمت کشیدن و تونستن که شهر و کشور خود نجات بدن و یه آرزوی دیرینه ماست. در کنار مشاهیر علمی و ادبی و مشاهیر انقلابی که صحبت کردی، خود کشور آرژانتین پر از مشاهیر ورزشی، مارادونا، لئو میسی، آنخل دماریا، کارلوس تویز و اینها همه بازیکنان هیگواین، اینها همه بازیکنان هستند که بخشید ما منچستر هم خوش دارم آگوئرو. آفرین. اینها همه بازیکنان هستند که تقریبا به این فعلا که ما در حال برنامه ثبت کردن هستیم، به غیر از مارادونا که حالا فعلا کنارگیری که دیگه هم اسطوره های فوتبال هستند. من نمیفهمم که چرا یک سوال پیش من خرق که در رده باشگاهی بازیکنان بسیار موفق عمل میکنن اما در رده ملی آنچنان مطلوب ظاهر نمیشه. و این یک سوال به هر کسی رونالدو نمیشه اینجا مشخص میشه. یک طرفتاری خواه اعلام نکن. اینها از مشاهیر ورزشی کشور آرژانتین هستن.
خب بینندگان عزیز، موافقی که یک پکیج های معلوماتی مشترک در مورد فرهنگ و هنر کشور آرژانتین و همچنان جاهای دیدنی و مشاهیر در کشور پهناور با یک دیگر میریم میبینیم و مشاهده میکنیم و بعد مای خداحافظی با شما داریم. آرژانتین دارای تاریخ غنی در ادبیات مشهور جهان است. از جمله یکی از نویسندگان بسیار نقاد آن در قرن بیستم خورخه لوئیس بورخس می باشد. آرژانتین نویسندگان، شعرا و روشنفکران بیشتری را در صحنه بین المللی عرضه نموده است که از آن خوان باتیستا آلبردی، روبرتو آرلرت، آدولفو بایوکزارس و یوجینیو کامبارسرس می توان نام برد. آرژانتین تولید کننده اصلی نقاشی متحرک می باشد. اولین فیلم های انیمیشن جهان که در آرژانتین ساخته و عرضه شد توسط انیماتوری به نام کویرینیو کریستیانی بود. سبک غذای آرژانتین تحت تأثیر سبک غذای اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی قرار گرفته و نیز بسیاری از غذاهای این کشورها همچون کیک، کالباس و دسرهایی که در رژیم غذایی آن کشورها معمول است. آرژانتین دارای گونه گسترده‌ای از غذاهای فایبردار است که از جمله عبارتند از پیراشکی گوشت، نوعی خوراک کماج، ترکیبی از ذرت، لوبیا، گوشت، کالباس، پیاز و کدو قلیانی و کالباس ادویه دار با پایه گوشت. همچنان سبک‌های جدید موسیقی های عامه در آرژانتین شامل فولکلور، تانگو، راک، موسیقی، هاره و رقص الکترونیکا می شود. رنگ پرچم آرژانتین یک زمینه متشکل از دو نوار آبی روشن با یک نوار سفید در بین و یک خورشید زرد در وسط است. پرچم آرژانتین طراحی بسیار ساده ای دارد. با این حال این طرح دارای نماد و اهمیت زیادی در پشت آن است. رنگ های استفاده شده در پرچم آرژانتین به معنای نمادی از باز شدن آسمان آبی برای نشان دادن ابر سفید است. گفته شده است که این حماسه در طول تظاهرات آزادی در سال 1810 رخ داده است. وجود مناظر زیبا و حیات وحش خارق العاده، شهرهای بزرگ و کوچک با فرهنگ شاد و پرهیجان و غذاهای خوشدم، عجیب نیست که آرژانتین مقصد محبوب برای بسیاری از گردشگران جهان محسوب شود. این کشور که در آمریکای جنوبی واقع شده است، کشور وسیع و پهناور است. این کشور پیش از این که در قرن 16 و 17 مستعمره اسپانیا شود، دارای جمعیت کمی از قبایل بومی بود. امروزه آرژانتین یک کشور مستقل با فضاهای متنوع، جنگل‌های سرسبز و کوه‌های خوشمنظر است. همچنین جمعیت آن نیز بیشتر شده و مردم زندگی مدرن امروزی را در این کشور سپری می‌کنند. از جمله جاهای دیدنی این کشور می‌توان به ماردل پلاتا اشاره کرد. ماردل پلاتا در گذشته محلی برای اقامت اشرف‌زادگان آرژانتینی بود و امروزه برترین شهر ساحلی این کشور به شمار می‌رود که در آستان بوینوس آیرس در کنار ساحل اقیانوس اطلس واقع شده است. یکی دیگر از جاهای دیدنی در این کشور شهر کوردوبا می‌باشد. این شهر دارای کاخ‌ها، کلیساها و بناهای تاریخی که اغلب آنها مربوط به دوران استعماری اسپانیا است.
در ادامه می توان به شهر الکالافات اشاره کرد. این شهر در حالی که در گذشته یک شهر خاموش و دور افتاده در پاتاگونیا بود، امروزه به یک شهر توریستی تبدیل شده است که آن را به پارک ملی یخچال‌های طبیعی که در نزدیکی آن قرار دارد مدیون است. همچنین شهر پورتو مادرین یک شهر ساحلی در کنار خلیج ناو است که اخیراً به یک مقصد تابستانی محبوب برای آفتاب گرفتن و شنا کردن تبدیل شده است. آرژانتان دارای مشاهیر معروف در قسمت‌های زیادی می‌باشد که مهمترین آنها در بخش‌های ورزش عبارتند از دیگو مارادونا، لیونل مسی، آنخل دی ماریا و قهرمان 5 دوره مسابقات فرمول 1 خوان مانوئل فانجیو هستند. بینندگان نهایت عزیز شبکه تلویزیونی استقلال و به خصوص دوستان و تعقیب کنندگان برنامه گیتی نما، به پایان دیدار از برنامه‌های گیتی نما نزدیک شدیم و ناگزیر هستیم از شما خوبان بیننده خداحافظی کنیم. امیدوارم برنامه این هفته ما هم مورد قبول و پسند شما واقع شده باشه و توانسته باشیم چیزهای مثمر و خوبی را از برنامه گیتی نما و معرفی کشور آرژانتین داشته باشین. از همگی شما سپاس و قدردانی دارم و به خصوص همکاران عزیزم جناب آقای امینی که زحمت زیادی در پخش برنامه میکشم، همکاران در بخش نشر، و ما آرزوی تندرستی همه شما و همچنان همکاران عزیز خود داریم و یک خواهش از شما داریم در موقع نماز ما را از دعا فراموش نکنیم و همیشه به یاد ما باشیم و سلامتی شما را از خداوند منان خواهانم. ما هم جا داره که اینجا تشکر بکنم از همه بینندگانی که تاییدن با برنامه گیتی سینما بودن. امیدوارم که به حق همه خوبا خدا تاجرای سیاسی کشورم به راه راست هدایت کنه و دیگه شاهد معامله ها بر روی خون جوانان و نیروهای امنیتی ما نباشی و افغانستانی پرصلح، امنیت، آرامش و مهر و محبت آرزوی دیرینه تک تک افغان هاست. امیدوارم که این آرزو محقق بشه و ما بتوانیم در یک فضای آرام زندگی بهینه‌ای داشته باشیم. این بود برنامه گیتی نما. تا گیتی نمای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.